درود این دست راجع به فعل فلنگان هستش فلنگان به معنی تمدید کردن و یا طول یه چیزی رو به فرض میکشید زیاد میشه یا اضافه میکنید میتونید از فعل فلنگان استفاده کنید اسمش رو هم در این درس با هم دیگه یاد میگیریم و میبینیم که چطوری میتونیم از این فعل در زمانهای مختلف استفاده بکنیم این فعل از اون فعلی هستش که برای دوستانی که امتحان زبان آلمانی دارن هم خیلی کاربردی هستش خب اول شروع میکنم میگم که ایش فلنگره من اولاب اوم سوی تاگه ایش فلنگ من اولاب اوم سوی تاگه یعنی من تعطیلاتم رو دو روز طولانی تر میکنم بیشتر میکنم تمدید میکنم میبینید که برای اینکه بگیم چند روز اضافه تر شده از حرف رفت اوم استفاده کردیم ایش فلنگ من این اولاب اوم سفای بعضی مواقع فل فلنگان رفلکسیف هم میشه به طور مثال ده فتغاک اوتوماتیش اوم آن همونطور که میدونید تو آلمان موقعی قرارداد میبندید معمولا قراردادها یه ساله یا دو ساله هستش موقعی که کندگه نکنید یا در از فصل قرارداد نکنید به موقع قراردادتون اتوماتیک یه سال دیگه تمدید میشه دفتخاک فلنگاتزش اوتوماتیش اوم آنیا یعنی یک سال اضافه تر میشه قبلا هم در درسایی که کار کرده بودیم کنگن های مختلف رو یاد داده بودیم که شما چطوره میتونید قراردادهای های موبایلتون رو به فرض لغو بکنید یا کنسل بکنید برای خونه هم و خونه کرایه یا اجاره هم بود من لینکش این بالا براتون میذارم دوستانی که میخوان از نامه فصل قرارداد رو خوب یاد بگیرن میتونن اون ویدیو رو هم مشاهده بکنن اگه یادتون تو یه درس قبلی یاد گرفتیم که موقعی که شما میخواید برید اقامتتون و پاسپورتتون رو تمدید بکنید از چه جملاتی باید استفاده کنید یکیش این بود اشمشت من پاس فلنگن لسن یعنی من میخوام پاسپورتم رو تمدید کنم و یا ایا مشت زنن آوس فلنگن لسن. اون آقا تمایل داره که آوس رو یا همون کارت شناساییش رو تمدید بکنه در چرا رنجه لسن اومده؟ چون شما در از شما کسی نیستید که تمدید میکنین دیگه درسته بلکه اونی که تو اون حالا بتسیک نشسته یا تو اون امت نشسته اون باعثی برای شما تمدید بکنه یا فلنگان بکنه زمانشو برای همین شما فلنگان لاسن میکنید یعنی میذارید که براتون فلنگان انجام بدن در اون درس اون درسی هم که درس برای همین صحبت هایی بود که شما برای تمدید اقامتتون نیاز دارید رو هم لینکش این بالا براتون میذارم خیلی با استقبال دوستان اون درس هم مواجه شد دوستایی که ندیدن میتونن نگاه کنن که دیگه خودشون بتونن مستقل برن برای تمدید کارهای اقامتشون اقدام بکنن خب حالا ببینیم پرفکتش روی استفاده میشه پرفکتش هابن هست در جایگاه دو و پارتیسیپ بای فعل فلنگان میشه فلنگات وی هابن دن اولاب نخ وخ فلنگات ما تعطیلاتمون رو دو هفته طولانی تر کردیم ما که میگیم اوم این وخه معنیش این نیست دوستان که یک هفته تعطیلات ها موقعی که اوم یعنی چیزی که اضافه میشه بر اون چیزی که بوده به طور مثال من پنج روز یه جا اولاب بودم حالا میگم وی هم دن اولاب نخ اوم این یعنی یک هفته میاد روش درست؟ پس من یک هفته نیست این اوم رو خیلی دقت بکنین ایش ها به پاوز فلنگاد من اون زمان پاوزه استراحت زهرم و طولانی تر کردم Ich habe meine Mittagspause verlängert. خیلی وقتا فلنگان با حالت پسیو میاد. تمام درس های پسیو و یا جملات مجهول رو هم قبلا کار کرده بودیم. دی فریست فلنگات وردن. فریست به بازه زمانی میگن. مثلا شما میگن که دو هفته وقت دارین یه کاری رو انجام بدید. حالا میتونه برای ثبت باشه یه جایی یا هر چیز دیگه. به این میگن فریست. یعنی یک بازه زمانی. Die Frist ist verlängert worden. حالت پسیو perfekte میگه که این فریست تمدید شده، طولانی تر شده زمانش. Der Spielzeit wird um 15 Minuten verlängert. زمان بازی 15 دقیقه طولانی تر میشه یا تمدید میشه. Der Spielzeit wird um 15 Minuten verlängert. هر دو تا جمله در از پسیف هستن یکیش پایینی که پسیف معمولیه که وردن اومده صرف شده در جایگاه دو اوم اومده یعنی 15 دقیقه اومده روش اضافه شده و پارتیس آخر جمله هم که فلنگات هستش حالا اسم فلنگان میشه دی فلنگ دی فلنگ یعنی در از یعنی یه زمان اضافه مثلا بازی فوتبال دو تا فلنگ داره درسته ما که 90 دقیقه تموم میشه دو تا 15 دقیقه میاد روش به اون 15 دقیقه به وقت اضافه میگن فلنگ غنگ دوچلند حت این ده فلنگ غنگ این آلمان در وقت های اضافه یا در وقت اضافه یک گل زد دوچلند حت این ده فلنگ غنگ این توگ شاسن خیلی وقتا فلنگرونگ به چیزای مختلفی وصل میشه به طور مثال فتراکس فلنگرونگ فتراکس فلنگرونگ یعنی تمدید قرار داد که فتراک و فلنگرونگ به هم وصل شدن و بینش یه اس قرار گرفته من رنگ مختلف نوشتم که بتونی تشخیص بده، ولی همش یه کلمه هستش نخلانگن فهندونگن هبن وی اونس اوف آین فتراکس فلنگرونگ یعنی بعد از کش و ها و یا مذاکره های طولانی ما با همدیگه بر روی تمدید قرار داد به توافق رسیدیم یا به تفاهم رسیدیم بله دوستان این هم از این فل فل فلنگان و دی فلنگان امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و این درس خوب یاد گرفته باشید تا درس های آینده بدرو دوستان عزیز